با سلام های گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم با حضور جناب آقای امینی، آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. جناب آقای امینی، عرض ادب می کنم. درود بر شما و خب آقای امینی عزیز، شنیدم، یعنی گویا، شایدم قطعی نباشه، یک کتابی در دست انتشار دارید با زیر عنوان سرگذشت زبان فارسی. بله، البته حتما دیگران هم نوشته، میدونین که خانلری هم نوشته، ولی حتما اثر شما دیدگاه های دیگری داره. خانلری نام کتابش تاریخ زبانه. تاریخ زبان. عنوان کتاب شما چیه؟ سرگذشت. بله، ببینید، تنها کسی که با همین عنوان سرگذشت زبان فارسی نوشتار بسیار بسیار پژوهشگرانه از او در دست است، جلال خالقی مطلق است که نوشتار خواندنی داره و من به همه کسانی که برنامه رو نگاه میکنن سفارش میکنم که بروند در گوگل، میتوانند زیر این عنوان نوشتار بسیار ارزنده ایشون رو پیدا کنن. نوشتار کوتاهی است در مورد به راستی سرگذشت زبان فارسی. من از این عنوان استفاده کردم، البته کتاب هنوز آماده کامل نیست برای چاپ، ولی این سرگذشت زبان فارسی یک زیر عنوان هایی هم داره که بیشتر اون باید توضیح داده بشه و موضوعی است که چندین بار دربارش سخنرانی کردم و خیلی ها منو تشویق کردن که این رو به کتاب تبدیل کنم و سرانجام هم چنین شده و چیز نسبتاً بلندی شده و خیلی وقتگیر، ولی در این حال بسیار از اون راضی هستم، چون فکر کنم به یه بحثی پرداختم که حالا میپردازیم به اون. این میفرمودید مثل که من وسط صحبت شما آمدم، میخواستید؟ نه، خواهش میکنم. من میخواستم بپرسم چه انگیزه شما رو به این پژوهش کشاند، که البته خودتون فرمودین دیگه. نه، انگیزه رو هنوز توضیح ندادم. البته توضیح بفرمید لطفا. موضوع بر سر این است که برای هر ایرانی، برای هر کسی که چون هایی که در حوزه کار پژوهشی هستن، چون هایی که دانش آموز تاریخ هستن مثل خود من، و چون هایی که به هر روی در جستجوی پاسخ ها هستن برای یک رشته رویدادهای تاریخی یا به هر روی آنچه که در زندگی امروز ما میگذرد، باید این پرسش پیش بیاید که چرا در کشوری که نخست یک حکومت 100 ساله خلافت عرب چیره بوده و رفته رفته دولت‌های ایرانی شکل گرفته، ولی نخستین دولت بزرگ ایرانی رو هم دولت سامانی رو دولت غزنوی به اون پایان داده و در دولت غزنوی، ما از زمان دولت غزنوی تا انقلاب مشروطه و پیدایش دولت پهلوی، به جز یک برهه‌های کوچکی اینجا و اونجا و به جز حکومت‌های محلی در گوش و کنار ایران مانند مویان که به بغداد هم رسیدند یا دیگر حکومت‌هایی که اینجا و اونجا گاه و بیگاه سر برافراشتند، ولی حکومت‌های سرتاسری در ایران، حکومت‌های ماندگار در ایران، همه از حکومت‌های ترکان، ترکمانان، قز، اوغوز، عرض کنم که مغول، تاتار و سپس نه طایفه قزلباش و از دل نه طایفه قزلباش یکی از اونها قاجار برای دوران پایانی پیش از مشروطه بر ایران چیره بودن. چرا در این دورانی که زبان فرمانروایان چیره بر ایران، زبان نیروی سلحشور چیره بر ایران و کسانی که شمشیر رو در دست داشتن، کسانی که نیروی جنگی رو در دست داشتن، زبان اونها زبان غیر فارسی بوده، چرا و چگونه زبان فارسی توانسته سربلند کنه؟ و خب برخی پاسخهای بسیار سبکی دادن که بله، این زبان فارسی رو در دوره پهلوی به زور
در حقوق مردم ایران کرد. ولی خب می‌دانیم اینها افسانه های دروغی بیش نیست، ولی به هر حال این انگیزه پاسخ به این پرسش برای من بسیار مهم بود و با خیلی هایی رو در میان نهادم و پرسش های از خیلی ها داشتم و پاسخ قانع کننده ای از حتی بزرگان ادب هم نیافتم. یعنی پاسخ های جالبی بود، اما بران شدم که به این بیشتر بپردازم. برخی میگویند که این پاسخ هایی که میدادم که این زبان فارسی، خب به دلیل تحالا اشاره میکنیم به این انگیزه بود که من به اون پرداختم، به این اصطلاح پرداختم. پرسش های دیگه شما رو حتما در لابداش بیشتر به اون پاسخ خواهم داد، اما گویی که قبل از برنامه هم با هم گفتگویی داشتیم. آقای امینی، بفرمین که زبان فارسی که در عصر ساسانیان وجود نداشته، این زبان کجا ساخته شده؟ نه، زبان فارسی در دوره ساسانی هم وجود داشته، زبان درگاه بوده در دوره ساسانی. یعنی ما یکی از زبانهای ایرانی، ما دو شاخه برجسته این زبان رو داشتیم، زبان فارسی یعنی پهلوی ساسانی که پارسیک هم به اون میگفتن و زبان پهلویک که زبان دوره گذشته است. یکی از زبانهایی که در اون دوران ساسانی وجود داشته زبان دری بوده که زبان درگاهه، که در واقع همین زبان فارسی ما از دل اون بیرون آمده. و این زبان دری رو در هنگامی که گفتاری بوده به اون زبان دری میگفتن، هنگامی که نوشتاری شده نخست فارسی دری گفتن و رفته رفته دری رو هم از اون برداشتن، شده زبان پارسی یا فارسی. ولی این زبان وجود داشته، این زبان در میان برخی از مردم ایران زبان گفتگوی میان اقوام یا زبان سخن گفتن میان گروه‌هایی بوده که شاید زبان مادریشون زبان دیگری بوده، و به ویژه در خراسان بزرگ برخی از مردم به این زبان سخن می‌گفتند و حتی در بخش‌های جنوبی خراسان و حتی تا سیستان. به همین دلیل همین رو زبان فارسی جنوبی هم خواندند. ولی زبان وجود داشته، زبان تازه‌ای نیست. می‌دانید که می‌گویند بهرام گور یکی از نخستین سخنسرایان به زبان فارسی است و سروده‌های به اون نسبت میدن، نسبت میدن که البته معلوم نیست درست باشه، ولی این زبان وجود داشته. آقای امینی، بفرمایید که چرا هنوز در افغانستان به این زبان دری میگویند و ما در ایران اون رو فارسی مینامیم؟ این موضوعی است که اجازه بدید که بحث خیلی مفصلی رو باز کنیم و یک کمی از این موضوع سرگذشت زبان فارسی و اینکه چرا زبان فارسی چیره شد اندکی ما رو به دور میبره و میرسونه به یک رشته بحثایی که شاید حتی رشته چندان اصلی من نباشه، چندان برای شیره نباشم، ولی حتما در یه برنامه دیگه به این خواهم پرداخت. آقای امینی، بسیاری از پژوهشگران توانایی های ذاتی زبان فارسی رو یکی از دلایل پایداری و ماندگاری اون میدونند و چیرگی این زبان رو هم منوط به این میدانند که در فلات ایران پایدار مونده. برخی هم افسون بر این میگویند که شاهنامه فردوسی جایگاهی کلیدی در گسترش زبان فارسی داشته است. آیا پاسخ شما به این پرسش ها با این داوری ها میخواند، زاویه دارد ندارد؟ در این که شاهنامه فردوسی در ادامه سخنانم خواهم گفت جایگاه مهمی برجسته ای در این زمینه داشته، جای گفتگو نیست. اما برگردیم به این در واقع آنچه که خیلی ها به اون پرداختند، از جمله کسانی شاید مانند خانلری که به خود توانایی زبان فارسی اشاره می کنند. ببینید جناب محری، توانایی یک زبان به تنهایی به ماندگاری و چیرگی اون زبان نمی انجام. زبان فرانسه زبان بسیار توانا و زیبایی است، زبان عرب زبان بسیار توانایی است، ولی این زبان عرب انگامی توانست چیره بشود که با سپاه رزم عرب اسلام
سرزمین های دیگر رو گرفت و این زبان رو برای اونها تحمیل کرد. زبان فرانسه و انگلیسی هر دو زبان‌های محلی در اروپا بودند. زبان انگلیسی یکی از زبان‌های این جزیره است که انگلستان خوانده می‌شود، یا جزیره انگلستان و اسکاتلند، بریتانیا. ولی این زبان که شاید زبان فرانسوی از اون هم زیباتر باشه، به دلیل استعمار انگلیس که توانست در گوش و کنار جهان قدرت داشته باشه، توانست چیده بشود. زبان اگر پشتش یک قدرت دولتی نباشه، نمیتواند از اون توانایی‌هاش بهره بگیره. زبان فارسی تنها به دلیل زیبایی زبان و نمیتوانسته چیده بشود، بلکه باید یک نیروی چیزی پشت اون باشه. و پارادوکس موضوع هم در اینجاست که نیرویی که بر ایران 900 سال حکومت کرده، نیروی کسانی است که زبان مادریشون فارسی نیست، از شاخه های آلتاییک یا ترکیک یا زبان های ترکی بودند و در این دوران زبان فارسی گسترش پیدا کرده. و این پرسشی است که باید بهش پاسخ داد. بنابراین پاسخ من متفاوت است. حالا اجازه بدید که چرا میگویم متفاوت است. بسیاری رویدادها در تاریخ هنگامی که با هم همزمان می شوند، می توانند پیامدهای ماندگاری به وجود بیاورند. و گاه می شود که ما وقتی به تاریخ نگاه می کنیم و چند رویداد کوچک رو کنار هم می گذاریم، به این توجه نمی کنیم که این رویدادها در کنار یکدیگر چنان پیوندی با یکدیگر پیدا می کنند که پیامد ماندگار تاریخی به دست ما میدهند. و پس از اون رویدادهای دیگر این رویدادهای کوچک رو تواناتر میکنند. در پایان سده سوم، آغاز سده چهارم، پس از این که زبان فارسی در خراسان دوباره سر بلند کرده بود و زبان درگاه سامانیان شده بود، و پیش از اون زبان درگاه یا دربار سفاریان شده بود، یعقوب در دربارش در درگاهش فارسی سخن می گفتند و می سرودند و می گویند که نخستین سرایندگان فارسی زبان پس از اسلام در دربار یعقوب لیث می زیستند. و حتی امام محمد غزالی اشاره می کند به سنگی که بر گور یعقوب بوده و از سروده یاد می کند که در این سروده به زبان فارسی از زبان یعقوب کسانی بر این سنگ چیزی نوشتند، یعنی خطی بر سنگ نوشته شده، که البته این آرامگاه امروز در دست نیست و این رو ما تنها در نوشتارهای تاریخی دیدیم. در دربار سامانی زبانی که زبان درگاه ساسانیان بوده به زبان چیره دربار سامانی تبدیل می شود و در همین دوران است که کسانی مانند رودکی و دیگران سر بلند می کنند. در همین دوران دو رویداد در پایان این دوره با هم پیوند پیدا می کنند. ما می دانیم که از میانه دوره سامانی بیشتر سلحشوران و سپهسالاران سپاه سامانیان از میان ترکانی بودند که برخی از اونها رو در بازار بردگان میفروختن، خرید و فروش میکردن، و یکی از این خاندانها خاندانی است که عربتکین و سبکتکین و سپس سلطان محمود غزنوی، نخستین پادشاه غزنوی، از اون برخواسته و پایگاه اینها در غزنه بوده در جنوب کابل. و اینها ترک زبان بودن، ترک تبار بودن، و اسنادی هم در مورد تاریخ اونها در دست هست. در این دوران هنگامی که محمود غزنوی 10-11 سال بیشتر نداشته، پدر او که یکی از سپهسالاران بزرگ خراسان به شمار می آمده، از امیر سامانی، گمان می کنم از آخرین امیر سامانی، می خواهد که فردی رو برای آموزش فرزندش تعیین بکنه. و او یکی از دبیران بسیار با دانش خودش رو به نام ابوالعباس فضل اسفراینی اسفراینی
یا به هر حال هر دو درست است، هر دو گفته می شود، او رو تعیین میکنه برای آموزش محمود غزنوی. و به این ترتیب محمود غزنوی از خودسالگی با پرورش استادی که زبانش زبان فارسی بوده و چیره بر ادب فارسی بوده آشنا میشه. البته در داستان ها آمده که ماجرای شاهنامه و سلطان محمود که میدانیم دروغ است، برای که انگامی که نخستین ویرایش شاهنامه به پایان رسیده و فردوسی به زیبایی تاریخ رو در اونجا گذاشته، در اون هنگامی که این روی داده سلطان محمود 10 سال بیشتر نداشته و حتی آشنایی سلطان محمود با فردوسی از طریق همین ابوالعباس فضل اسفرایلی است که از یاران نزدیک و پشتیبانان شاهنامه و فردوسی هم هست، از گروه کسانی است که در به یاری فردوسی شتافتن برای تدوین شاهنامه. هنگامی که محمود پادشاهی میرسه، این آموزگار قدیم خودش رو که دبیر او بوده، او رو به وزیری، یعنی او رو صدر وزارت خودش میکنه و یکی از نخستین دستورهای فرمانهای ابوالعباس فضل اسفراینی در این است که زبان دبیری رو، زبان دیوان رو در ایران از عربی به فارسی برمیگردانه و این همزمان است با خلق شاهنامه. یعنی دو رویداد با هم پیوند پیدا میکنه، یکی پیدایش این به راستی باید گفت گرانبارترین اثر زبان فارسی شاهنامه، نوشتار به هر حال حماسی تاریخ ایران، خب روان هم هست و مردم شیفته اون میشوند، رفته رفته در سینه جای میدهند و میخوانند، همراه میشود با اینکه زبان دیوان در دوران سلطان محمود غزنوی که هیچ تعصبی نسبت به زبان عربی و زبان مادری نیاکانی خودش نداشته و حتی شاید آشنا هم با زبان نیاکانی خودش نبوده، فارسی شدن زبان دیوان همان و روابط بیرونیان با این دیوان به زبان فارسی به گسترش این زبان یاری میرسانه. از این پس کسانی که میخواهند با این دیوان کار بکنند باید فارسی کنند. همه فرمانهای دیوان از این پس فرمانهای فارسی است. ما این رو به ویژه در تاریخ بیهقی میبینیم که خیلی روشن اشاره میکنه در تاریخ بیهقی که فرمانها و نامه ها همه اینها به فارسی است. بیهقی می نویسد که سلطان، یعنی مسعود، سلطان گفت به امیرالمؤمنین یعنی خلیفه عباسی نامه باید نوشت، بدین چه رفت، چنان که رسم است، تا مقرر گردد که بی آن که خونی ریخته اید این کارها قرار گرفت. به قدرخان شاه ترکان آل از آرد افراسیاب هم بباید نوشت تا رکابداری به تعجیل برد. و استادم یعنی ابو نصر مشکان دو نسخت کرد، خیلی جالبه این، دو نسخت کرد این دو نامه را چنان که او کردی، یکی به تازی یعنی عربی به سوی خلیفه و یکی به پارسی به شاه ترکان. بنابراین نامه هایی که در دربار یا فرمان هایی که در دربار غزنویان از این پس که حالا دیگر زبان دیوان زبان فارسی شده می نوشتن، طبیعی است که نامه به خلیفه به زبان دین، به زبان عرب، به زبان دستگاه خلافت است. ولی دیگر نامه هایی که این فرمان روایی غزنوی دربار غزنوی به دیگران از جمله پادشاه ترکان می نویسه همه به فارسی است. و از این پس باید گفت که ما دیگر یعنی در واقع جامعه دیگر راهی ندارد جز این که کسانی که میخواهند با این دیوان کار کنند با زبان فارسی باید کار کنند. به این ترتیب است که یک دستگاه دیوانی بزرگ در کنار دیوان به وجود میآید. نویسندگان، کاتبان، شاعران، تذکره نویسان، تاریخ نویسان، اینها با زبانی کار میکنند که این زبان زبان دیوان است، چون از راه این کارها میتوانند زندگی کنند و به این زبان در واقع توانایی میبخشد. شاهنامه در قالب این کار، در بستر این رویداد، به یک رویداد بسیار بزرگتر از پیش تبدیل می شود. آقای امینی عزیز،
آیا پس از غزنویان زبان فارسی همچنان زبان دیوانی بود با همون وسعت؟ مگر نه این است که شاهان سلجوقی از خاندانهای ترکمان تبار آسیای میانه بودند؟ چرا آنها نتوانستند زبان دیوانی و ادبی ایران را به ترکی برگردانند؟ به دو دلیل جناب مهری. نخست اینکه این سلجوقیان که ترکان اوغوز بودند و از سرزمین‌های میانی، آسیای میانی یک کوچ مهاجمانه به ایران کردند و نخستین دولت سراسری رو در ایران پس از اسلام بنا نهادند، یعنی سرزمینی رو بر پهنه‌ای حکومت کردند که شاید همتای دولت ساسانی بود، اگرچه اینها زبان مادریشون و زبانی که زبان لشکریشون بود یکی از شاخه‌های زبان ترکی بود یا زبان ترکیک بود. نخستیم که دستگاه نوشتاری این زبان دارای توانایی‌هایی که دستگاه نوشتاری زبان فارسی باش روبرو شده بود روبرو نبود، یعنی نه اینکه این زبان نمیتوانست این توانایی داشته باشه، چنین سنتی درش نبود، چنین پیشینه‌ای درش وجود نداشت. از یک سرزمینی که ساختار نسبتاً ساختار فرماندهی و فرهنگی پایین‌تری از ایران داشت، اینها به ایران کوچیده بودند، یعنی در واقع از یک فرهنگ پایین‌تری به فرهنگ برتری آمده بودند و بنابراین فرهنگ این سرزمین برتر رو میپذیرند و فرهنگ خودشون میکنند. دو دیگر این که دیگر زبان دیوان در پایان دولت غزنوی زبان فارسی شده بود و اینها به آسانی نمیتوانستند این رو دگرگون کنند و دگرگون هم نکردند و نه تنها دگرگون نکردند بلکه زبان فارسی رو اینها برداشتن از خراسان به سرتاسر فلات ایران گسترش دادن و بردن در میانه ترکیه امروز در آسیای کوچک، آسیای صغیر تا انتاکیه، در اونجا در انتاکیه در اونجا این زبان رو گسترش دادن تا جایی که تا سده آغاز سده 17 هم زبان چیره بر دستگاه دولت دربار عثمانی زبان فارسی بود و آثار اون هنوز در مسجدها و معماری‌های امروز ترکیه موجود هست. و در این دورانی که سلجوقیان بر ایران حکومت داشتند، یعنی در اون دوره‌ای که از میانه سده 11 میلادی آغاز می‌شود، شما اگر نگاه کنید اولا خیلی جالب است که این سلجوقیان هم مانند غزنویان برای خودشون یک شناسنامه تاریخی دروغی نوشتن. غزنویان آمدن و خودشون رو با این که میدانیم ترک تبار بودن به بهرام گور نسبت دادن و گفتن ما خاندانمون از بهرام گور آمده. اینها هم آمدن تبارنامه‌ای ساختن و گفتن ما به افراسیاب و فریدون برمیگردیم و دستور دادن که تذکره نویسان و تاریخ نویسان چیزهایی از این دست رو برای بزرگان اونها بنویسن، طغرل و سلجوق و دیگران. و شما اگر نگاه کنید به این دوران سلجوقی، این قسمت رو من باید از رو به نگاه کنم چون نام ها زیاده، و در این دوران سلجوقی میبینید که پارسی نویسی گسترش پیدا کرد. حالا البته آقای براهنی میگویند این به خاطر رحم و شفقت و محبت ترکان بر این مردمی بوده که برشون چیره شدن. نه، زبان چیره بوده، زبان دیوان بوده، اینها برای اداره این کشور پهناور باید بر گرده این دیوانیان فرمان روایی میکردن و این دیوانیان زبانشون فارسی است و به همین دلیل هم زبان دیوان سلجوقی زبان فارسی در درازای فرمان روایی سلجوقی جز یک یا دو سند به زبان ترکی ما پیدا نمی کنیم. همه فرمانها به زبان فارسی است، همه نوشتارهای دولتی به زبان فارسی است. شما نگاه کنید در این دوران سلجوقی، در این دوران سلجوقی اوفی در لباب الالباب از 108 تن سراینده پارسیگوی دوره سلجوقی نام میبره. 108 تن، کسانی مانند خاقانی شربانی، قطران تبریزی، انوری، امیر معزی نیشابوری، اسدی طوسی، مسعود سعد سلمان، امعق بخارایی، فلکی شربانی، برهانی نیشابوری،
امیر معزی، سوزنی سمرقندی، زهیر فاریابی، جمال الدین اصفهانی، رشیدی سمرقندی و بسیاری دیگر. بسیاری از کتاب‌های برجسته این دوران، دوران سلجوقی، این کتاب‌های حتی نوشتاری نه سرایندگان به فارسی است. یکی از مهمترین اونها کتاب سیاستنامه است. کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک، این کتاب در آیین کشورداری به فارسی نوشته شده. یا نمونه دیگری، امام محمد غزالی کتاب کیمیای سعادت خودش رو پیرامون حکمت عملی به فارسی نوشته. زاد المسافرین از شاهکارهای ادبی و اندیشه ناصر خسرو به فارسی است. اینا همه در این دوران فراهم شده. بنابراین این که گفته می شود زبان فارسی به زور حکومت چیره شده، یک عنصری از حقیقت درش هست، ولی نه زور حکومت مسلح و شمشیر، ناگزیری تدبیری که به کار برده شده و این زبان رو زبان دیوانی کرده. این تدبیر باعث می شود، این درایت باعث می شود که دیگر در این سرزمین پهناوری که ایران نام داشته دیگر نمی توانند این زبان رو برکنند. و به ویژه این که زبانهایی که وارد این سرزمین می شود از دستگاه نوشتاری یا از گنجینه نوشتاری زبان فارسی در اون دوران دیگر برخوردار نیست. ما اینکه میگه پایان دوره سلجوقی میرسیم، با یک گنجینه نوشتاری از زبان فارسی روبرو هستیم که دیگران که به این سرزمین میآیند چاره‌ای جز پذیرفتن بر روی این زبان برای فرمان روایی بر این کشور رو ندارند. آقای امینی، در این دوره است که مغولان برخورد میکنند با زبان فارسی، نه؟ بله دیگه، ببینید پس از دوره سلجوقی جانشین دولت سلجوقی خوارزمشاهیان هستند که اونها هم در واقع ترکمن‌تبارند. و خب ببینید سلطان محمد خوارزمشاه فرزندش که معروف بوده جلال الدین منکوبرنی نام داشته. این واژه عربی است، واژه ترکی است، یعنی خال بر بینی. و زبان سلحشوران زبان ترکی است، ولی زبان جامعه زبان فارسی است. مغولان هنگامی که به ایران میرسن با این دستگاه دیوانی روبرو هستن. میدانید که مغولان دو بار به ایران آمدن. بار نخست هنگامی که چنگیز زنده بود و دو فرزند چنگیز به ایران حمله کردن و از غرب ایران، از شرق ایران آمدن و از آذربایجان خارج شدن و کشتار و جنایات و خرابی های زیادی به بار آوردن. ولی همراه با خودشون نه تنها صنعتگران رو از ایران بردن، بسیاری از کاتبان و نویسندگان فارسی زبان رو هم با خودشون به خانباریخ بردن، به پایتخت مغول. و اینها در دربار مغول توانستن نقش پیدا بکنن، برخی از اونها نام‌آور شدند. تا جایی که پس از مرگ چنگیز، هنگامی که فرزند او پدر هولاکو جانشین او شده بوده، گروهی از طرف پاپ و دولت‌های اروپایی می‌آیند به دیدن چنگیز، به دیدن فرزند چنگیز و پیامی می‌دهند. و او پیام بسیار خشم‌آلودی نسبت به پاپ نوشته و این پیام که امروز در موزه واتیکان موجود هست، این پیام به فارسی است. یعنی پیرامونیان پادشاه مغول گفتن به زبانی بنویسید که در جای دیگر بتوانند رو بخوانند، و این زبان رو، این نامه رو به فارسی نوشتن و این در آرشیو واتیکان موجود هست و پیکری از اون هم چند سال پیش در مجله سخن، خیلی سالهای پیش به چاپ رسید. ولی خود مغولان، شما اگر به اون دوره نگاه کنید، خب نمونه بسیار برجسته دوران مغول کارهایی است که رشید بن فضل‌الله همدانی گردآوری کرده، یا هم کتاب جامع التواریخ. خب این جامع التواریخ که تاریخ در واقع مغول هست، خب این کتاب فارسی است و فرهنگ و زبانی نبوده به نام مغولی که به اون بنویسند، زبانی که گاه و بیگاه مغول ها به عنوان زبان ادبی خودشون نگاه میکردن زبان اویغوری بوده
و این زبان اوغوری دارای یک پیشینه فرهنگی توانایی مانند زبان فارسی نبوده. و این است که مغولان هم هنگامی که وارد ایران میشوند، دستگاه دیوانی مغول هم خواه و ناخواه زبان فارسی رو میپذیره. و از این برتر جلوتر بدم جناب مهری، ما نخستین بار پس از دوران سامانی و دوره ساسانی واژه ایران زمین رو که در نوشتارها گسترده میبینیم در دوران مغوله، یعنی به کار بردن واژه ایران زمین بیش از گذشته در دوران مغول به چشم میخوره. من نمونهای از اون رو میارم، پیشتر واژه ایران شهر رو به کار میبردن، ولی مثلا در جامع التواریخ رشید الدین فضل الله از ایران و ایران زمین یاد میشود با همین واژه. و برخی از این خانان مغول اصلا خودشون رو پادشاه ایران میخوندن و به بخش بیرون از ایران میگفتن توران، همونی که در شاهنامه آمده، واژه‌ای که در شاهنامه آمده، اونها هم پذیرفته بودند که این سرزمینی که مغولان برش در فلات ایران چیره هستن، این ایران زمینه، اون سرزمینی که دیگر مغولان و دیگر ترک زبانان و مغول یا چیره های دیگر برش بیرون از این فلات ایران، بیرون از این سرزمینی که اونها برش حکومت دارن، اونها تو اونجا توران هست و اونجا دیگه سرزمین ایران به شما نمیاد. و برای من اینها رو دیگه نمیخوام واردش بشم. شما اگر نگاه کنید به فرمانهایی که در این دوران، از فرمانهایی که از این دوران برای ما به جای مانده و اینها رو کسانی مانند آقای نوایی و دیگران گردآوری کردن، بیشتر این فرمانها فرمانهای فارسی است که واژه های ترکی و مغولی واردش شده، واژه های بسیار مانند تمغا، واژه های از این دست وارد شده، ولی استرکتور زبانی فارسی است و واژه های چیره در این فرمان ها فارسی است. و نمونه های از این دست بسیار بسیار زیاده. این واژه ایران و ایران زمین رو که اشاره کردم، شما می توانید و توران رو در کتاب تاریخ وساق، تاریخ جهانگشای جبینی، نظام التواریخ قاضی ناصرالدین بیضاوی و مجموع الانساب شبانکاری و تاریخ سیستان که نویسندهش روشن نیست و کتابی از ناصرالدین منشی کرمانی، همه اینها رو می توانید پیدا کنید. یعنی در دوران مغول هم زبان چیره بر ایران زبان فارسی است و زبان دیوانی هم، تا اونجایی که یکی از این خانان مغول آنچنان شیفته شاهنامه است که دستور میدهد یک شاعر نسبتا ناتوان فارسی زبان شاهنامه ای به سبک شاهنامه فردوسی برای تاریخ مغول بنویسه و این شاهنامه به جای مانده، بخشای از اون. و این شاهنامه که سستم هست، نزدیک 20,000 بیت داره، فارسی است. یعنی تاریخ مغول رو به فارسی شاهنامه کردن، به تقلید شاهنامه فردوسی، البته با ناتوانی های زیادی. اسم چی وقت؟ الان به یاد ندارم، پیدا میکنم یکی از برنامه ها حتما اشاره میکنم. آقای امینی، بله، من در تاریخ زندگی شاه اسماعیل خواندم که یکی از پادشاهان عثمانی نامه‌ای به زبان فارسی نوشته به شاه اسماعیل و در چند تا توصیه بهش کرده جهت کشورداری و اینا نصیحتش کرده. شاه اسماعیل هم در جوابش به ترکی نامه‌ای نوشته. بله، این سلطان سلیم هست. شاه سلطان سلیم چند نامه از او در دست هست که سلیمان قانونی نبوده؟ نه خیلی، سلیمان قانونی خیلی بعد هست. سلیمان قانونی در دوره پس از این دوره است. سلیمان نامی هست ولی سلیمان قانونی نیست. شاه سلطان سلیم تا اونجایی که من آگاهی دارم 5 نامه ازش در دست هست، هم به شاه اسماعیل، هم به اکابر و عازم تبریز، همین ها به فارسی است. ولی از این جالبتر در این است جناب مهری،
نامه ای هست میان شاه سلطان سلیم سلطان عثمانی که زبان مادریش ترکی است به پادشاه ازبک که شیبک خان منظورتونه شیبک خان بله عموی او رو ببخشید نه شیبک خان رو شاه اسماعیل کشته بود عبیدالله خان ازبک که برادرزاده شیبک خان هست با سلطان سلیم نامنگاری دارن برای حمله به ایران برای شکست دادن شاه اسماعیل که او رو از دین برگشته میخوانن نامه این دو نفر به هم به فارسی است یعنی شاه ازبک به شاه عثمانی به سلطان عثمانی به فارسی نوشته نامه هم هست که این عبیدالله خان ازبک شیفته زبان فارسی هم بوده و میخواسته همواره نشان بده که شعر به فارسی هم خوب میگه پادشاه ازبکه در یکی از نامه هایی که به شاه طهماسب نوشته در دوره خیلی پس از اون به شاه طهماسب نوشته داره وعده میده که من لشکر خواهم کشید برای گرفتن خراسان این نامه رو با شعر آغاز میکنه باز جانم هوس ملک خراسان دارد تن بی جان شده من هوس جان دارد روح بخش از شمالش چو دم روح الله مگر اون نیز هوای پل مالان دارد یعنی میخواد بیاد لشکر بکشه و گفته در این لشکرکشی من دارم میام خراسان شما رو بگیرم ما نمونه های زیادی از این در دست داریم که گواه بر این چیرگی زبان فارسی در میان کسانی است که زبان مادری خودشون یا پذیرش زبان فارسی در میان کسانی است که زبان مادری خودشون زبان فارسی نبوده من در چین هم بوده ببخشید میفرمایید بله از میگم در چین هم بوده زبان فارسی بله ولی خب اونجا زبان دیوانی نبوده زبانی بوده که بر روی به دلیل اینکه مغولان با خودشون گروهی از بزرگان فارسی زبان رو برده بودن زبان در اونجا هم گسترش پیدا میکنه برخی از دبیران و منشیان بزرگان مغول از ایرانیان توانای فارسی زبان بودن و این در اونجا هم تأثیر میگذاره ولی زبان دیوانی است در ایران که این زبان رو در واقع توانا میکنه و چیره میکنه و مجبور میکنه که این فرمان روایانی که حتی فرمان روایان که زبان مادریشون زبان ترکیست اینها هم در واقع به زبان فارسی نه تنها فرمان های خودشون رو بنویسن بلکه دفتر شعر فراهم کنن که یکی از اینها که دفتر شعر درست کرده بوده و حتی شعر خودش رو برای یکی از شاعران نام‌آور فارسی زبان هم فرستاده و از او پرسیدی که به نظر شما این شعر من چگونه است و اون گفته بسیار خوبی که البته جرأت نمی‌کرده بگی شعرهای بسیار خطایی گفتی جانشاه قراقویونلو است میدانی که در اون دوره دو اتحادیه ترکمان‌تبار در ستیز با هم بودن قراقویونلو و آقویونلو سپید گوسفندان و سیاه گوسفندان این جهانگیر این رو هم براتون بخونم جهانشاه خان قراقویونلو فرزندی داشته به نام پیر بوداق پیر بوداق و اسامی همه اسامی ترکیست این پیر بوداق از سوی پدر می شود فرمان روای شیراز و فیلش یاد هندوستان میکنه و برای می شود که خودش رو پادشاه بخانه پدر که البته بسیار هم شیفته آدم بسیار سنگدلی بوده ولی شیفته زبان فارسی کتابخانه بزرگی در شیراز درست میکنه و مانند دوره تیموری دعوت میکنه که خوشنویسان و سخنسرایان زیادی بیاین به شیراز پس از اینکه ادعای شاهی میکنه و بر پدر میشوره پدر جانشاه خان قراقویونلو لشکر میکشه و این پیر بوداق فرار میکنه و میرود به بغداد و پدر میرود بغداد رو محاصره میکنه که این پسر رو شکست بده نامنگاری های این پدر و پسر یک نوع مشاعره فارسی است جانشاه قراقویونلو به پسر در سروده بسیار بلندی که من تنها دو بندمون رو اشاره میکنم
برای پسرش فرستاده که ای خلف از راه مخالف بتا، تیغ بیفکن که منم آفتاب، شاه منم، ملک و خلافت مراست، تو خلفی، از تو خلافت خطاست. پیر بوداخ هم در پاسخ به پدر سروده‌ای به فارسی نوشته و فرستاده: نیستم آن طیف که دیدی نخوست، بالغم و ملک به بالغ درست. کشور من نیست کم از کشورت، لشکر من نیست کم از لشکرت. خطه بغداد به من شد تمام، کیدم از دست به سودای خام. ببینید این دو پادشاه قراقویونلو هستند و اینها زبان مادریشون ترکی است و از یک خاندان ترکمان برخواستن، ولی این زبان فارسی اونچنان چیره شده که راهی جز این نیست که، یعنی واقعا این فرمان روایان جز این که این زبان رو به عنوان زبان دیوانی خودشون بپذیرند راه دیگری در برابر اونها نیست. در این میدونم هنوز کمی بحث داریم در این زمینه. من فکر میکنم یکی از برنامه هایی که داشته باشیم شاید با هم، سرنوشت شیراز در یه دوری 350 ساله است، از دوری است که حکومت های ترکمان تبار بر ایرخانان بر شیراز چیره می شوند و سپس همین ایرخانان حاکم بر فارس، اتابکان فارس، اینها ایرخانان نم پوزش می خواهم اتابکان فارس، اینها سلجوقی هستند، اینها وفاداری اعلام می کنند به مغولان، ولی خب مغولان به این کفایت نمی کنند و سرانجام ایرخانان مغول بر شیراز چیره می شوند. یک دوره 350 ساله است که حافظ و سعدی در این دوره 350 ساله در شیراز سربلند کردن. یعنی حکومت‌هایی است که یا یک دست یا بیشتر حکومت‌های ترک و مغول است، ولی زبان ادبی شیراز زبان حافظ و سعدی است، زبانی است که سعدی و حافظ رو پرورانده. حتی در یه دوری کوتاهی می‌دانیم که یک گروه عرب تبار، یک خاندان عرب تبار بر شیراز چیره شد، همین خاندانی که بعدا نام‌آور شد در نوشتارهای کسانی مانند حافظ و عبید زاکانی، محمد مبارز الدین، که اینها پدر اونها فرمانروای یزد بود و اونها از یزد آمدند و فارس رو گرفتن، شیراز رو گرفتن و شهرهای دیگر رو. در نوشتارهای تاریخی اسناد زیادی داریم که خود اونها شیفته زبان عربی بودند و قرآن خوانی رو خیلی گسترش دادند و حتی سعدی به این، حافظ به این اشاره داره. و با این وجود زبان چیره دیوانی همچنان زبان فارسی است در سرتاسر ایران و در همه اسنادی که ما می‌بینیم. به دلیل این رویداد تاریخی همزبانی خلق شاهنامه با دیوانی شدن زبان فارسی در زمان سلطان محمود غزنوی، به درایت و خردمندی کسی به نام ابوالعباس فضل اسفراینی، این زبان چیری کشور ما شده و این زبان ادبی نه به زور بلکه با خردمندی زبان چیری جامعه ایران می شود و توانا شدن زبان هم در پرتو این گسترش و چیرگی زبان است که در پرتو این گسترش و چیرگی زبان هزاران سراینده، نویسنده آثاری رو خلق می کنند. این آثار راستی باید گفت که این زبان رو توانا و تواناتر می کنه تا به امروز رسانده این زبان. در واقع مراد من این است که، یا نتیجه سخن من این است که برای گسترش یک زبان ما باید یک نیروی چیره در پشت این زبان داشته باشیم. حالا یا این نیروی چیره یک نیروی سلحشور جنگی است یا یک نیروی دیوانی دولتی است. همین دولت فرانسه رو شما نگاه کنید، این زبان فرانسه در دوران مدرن بر فرانسه چیره شده، زبانهای دیگر رو کنار نهاده، با زور دولت مرکزی
در حالی که در مورد ایران زور در کار نیست، بلکه با خردمندی این زبانی که زبان بخش بزرگی از مردم ایران بوده به زبان دیوانی شده و سپس به یاری انبوهی از نوشتارها و به ویژه شاهنامه فردوسی در کانون اون در آغاز کار و سپس انبوه کارهای دیگر، این زبان به زبان چیره و توانای ادبی دیوانی و سرانجام در آستانه انقلاب مشروطه به زبان ملی ما تبدیل شده. به کسانی که نسبت به این تردید دارن، باید از کسانی که تردید دارن باید این رو پرسید که چرا همه گفتمان انقلاب مشروطه و مدرنیته به زبان فارسی است؟ و جالب اینجاست که با لهجه ترکی بیشتر کسانی که شارحان اندیشه مدرنیته در ایران بودند از منطقه آذربایجان و قفقاز برخواستند، جز کسانی مانند میرزا ملکم خان یا آقا خان کرمانی و تنی اندک از شهرهای دیگر بیشتر از آذربایجان و قفقاز و سرزمین‌هایی برخواستند که زبان مادری اونها زبان فارسی نبوده. گفتمان مشروطه به فارسی است، رساله های مربوط به مشروطه، روزنامه هایی که در اون هنگام در درون و بیرون ایران به ویژه منتشر می شده همه به فارسی است، زبان مجلس مشروطه، زبان قانون اساسی ایران، اینها همه به فارسی است. اینها ربطی به زور دولتی مانند دولت پهلوی نداره. اینها باز می گردد به تاریخی که این زبان درش توانسته پرورش پیدا بکنه. من از این هم اندکی فراتر میرم، به پایان برنامه چون نزدیک هستیم. به داوری من زبان فارسی زبان لاتین آسیاست، همان جایگاهی که لاتین در پیدایش و به هم وصل کردن زبانهای دیگر داشته، زبان فارسی در آسیای مرکزی و آسیای غربی داشته. آقا امینی، در یه فرصت دیگه موافقیم باز هم در این زمینه گفتگویی کنیم؟ حتما هفته آینده میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. به پایان وقت رسیدیم. خیلی ممنون ازتون. شب و روزتون خوش و همچنین شب و روز همیهنان عزیز. با سپاس از کارگردان برنامه. شب و روز خوش.